حوزه نفتی آزادگان هست، چون که یه قراردادی بستن با چینیا، قرارداد بسیار ننگین که اینا چینیا حتی کارگر هم از خودشون بیارن. یه پروژه بسیار عظیمیه، بسیار بسیار عظیم. که میگن دوستان میگن تو 10 تا 20 سال اینا بعد به استحصال نفت اینا برای خودشون باشه. و حتی مثلا حتی گفتن که آقا مثلا ما بعض حجاب بودن کسی هر مانا داره به ما گیر بزده. این اصلا مثل که مثل شهری هست دیگه اونجا، خود همشه چینی هست. یه تا یک با اینکه اینقدر اونجا تو خوزستان اینقدر بیکار هست با ما اطراف خودش رو این رو میگرنجه به خاطر چی؟ به خاطر تجهیزاتی که اینو ما نمیتونیم وارد بکنیم از آمریکا و اونا میتونن میارن اونجا نیروی کارم با خودشون میارن. خود نیروی کار زیاد دارن، حتی کار کردم یعنی گفتن که بیجمه کارم ساده نگهبان نمیتونه اونجا مشغول بشه، این همچه قراردادی میبندن با مبلغ خیلی نامعدود. خب این واقعا حالا خد رحمت و قرارداد تو تماشایی خد رحمت از این قرارداد ننگین زیاد هست. نمیدونم حالا کسی میخواد اینو توجیه بکنه چی میخواد بگه که اینقدر سرمایه داره تو این مملکت هست، مثلا خوزستان، فهمی خوزستان میشه مملکت رو درست کرد فرق خوزستان. خب چینی ها دارم میبن از اون برای دارم فرانسوی ها اون موقع رو که نمیدونم رفتن باز هم تیر مفتکی میبردن مال اصلیه، مال اصلی اون موقع دیدن خود همون آره قواسایی بودن دوستانی که میتونم بودن میبودن حتی خانمان خود فرانسوی ها بودن مفتکی اصلا چیز میدادن. و حتی همین الان هم عراق از ما دو برابر چیزی نفتی بین عراق و ایران الان دو برابر ما داره برداشت میکنه، قطر 10 برابر ما داره گاز برداشت میکنه. خب همین واقعا الان میگن اینا دیکتاتور هم بخاطر همینه، نباید اینطوری باشه. میگه که الان همه دنبال کسری هم دیگه، اون بابا اومده دنبال مثلا کار کنه دو تا سرویس داره بره قسطه چه بده. حالا تو آژانس ما راننده ها رو هم میدونم اصلا بگن کنم وقت کنم فکر چیز دیگه بکنن، آقا ترافی بنزین گرمیه بنزین الان هم که مثل صحبت اینه که دوباره تگنفی بشه بنزین بره بالا، هر موقع بنزین رفته بالا مثلا مشتری ها کمتر میشن. یه همینه دیگه یقلقه الان باز برمیگرده همین کار، کار مناسب نیست، درآمد مناسب نیست، کسی که آخروب نداره که بخواد در واقع چیزی دیگه ای فکر کنه. من اصلا خدا وکیلی خودم نمیدونستم که انتخاب بخشه.